سلام دوستان امروز میخوام یه دونه ازبک پولو یا قابلی پولو یا به قول ما لای پولو ما یا گوشت باستون درست کنم که امروز من با مرغ و گوشت با هم درست میکنم براتون که این غذا بسیار خوشمزه و لذیذ هستش این غذا رو ما میتونیم گوشت اول بذاریم یکم خوب بشه بعد اونو داخل روغن سرخ کنیم و بعد به اون حویج خلال شده و کشمش اضافه کنیم و اونو وسط برنج بذاریم من الان دارم اینجا مرغا رو سرخ میکنم بهتره که از رون مرغ استفاده کنیم خیلی خوشمزه سر میشه بعد از اینکه رون مرغا سرخ شد من هویج رو بهش اضافه می کنم هویج من به صورت خلال های باریک خورد کردم و الان پیاز رو بهش اضافه می کنم پیاز هم به صورت خلال میتونیم خورد کنیم چون که به صورت خلال خورد کنیم طعم پیاز دیگه زیاد شیرین نمیشه چون این غذا هویج داره کشمش داره و یه کمی شیرینی میزنه ولی اگه شما به اندازه کافی هویج و کشمش استفاده کنید اون زیاد چیری نمیشه همین غذا رو شما میتونید با هویج پیاز و مرغ و گوشت و با انار درست کنید که به صورت سنتی ما اناردونه استفاده میکنیم این پلو رو ما در آخر کار که اینا همه با هم سرخ شد یکم زیره کوبیده شده به اون اضافه میکنیم و میدونید که چقدر زیره برای سلامتی بسیار عالی هستش مخصوصا زیره برای قلب و استراب خیلی خیلی خوبه و اگه آدم بتونه اونو به هر طریق استفاده کنه به عنوان یک ادویه خیلی 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 خوب, می... خوب هستش دوستان من اینجا برنج رو باید آبکش کنم و بعد از اینکه این مواد رو همه با هم سرخ کردم اونو وسط برنج بذارم در زم بگم که این غذا نیاز به ادویه نداره فقط شما میتونید به اون زیره اضافه کنید چون ادویه رنگ غذا رو زرد میکنه و واسه خاطر همین این, این زردی کشمش رو داره و دیگه نیازی نیست که شما ادویه استفاده کنید حالا دوست دارید بر حسب سلیقه‌تون میتونید زردچوبه هم استفاده کنید ولی من اینجا از فلفل قرمز استفاده کردم و زیره این مواد رو وسط برنج میذارم و حدودا اگر گوشت باشه که یک و نیم ساعت و اگر یک ساعت و اگه مرغ هم باشه باز خیلی کمتر حدود چل و پنج دقیقه این غذا آماده سرو کردن هستش دوستان امیدوارم که این غذا رو درست کنید و از تم و مزه اون لذت ببرید ما گفته نمونه که این غذا در افغانستان به نام قابلی پلو و در ازبکستان به عنوان ازبک پلو نام داره و اینکه ما تو ایران اینو لای پلو میگیم که هر کشوری به صورت علاقه خاص خودش میتونه به اون عدوی های مختلف اضافه کنه و در از این پلو به ازبک پلو معروف هست امیدوارم که شما هم درست کنید و نوش جان کنید تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار